Akçı kızın çayını. Aha. Ne mi kaybaman harf bezaneyim? هر کاری کردم فقط به خاطر تو اندرانیک بوده. من برای سیر کردن شکم خودم که نگفتم تو بری پیش انگلیسا. چی من لو؟ چی کار باید میکردم؟ میرفتم جلوی تیرشون؟ نمی ترسیدم، اما اگه می کشتن منو شما ها چی کار می کردین؟ این چی کنلو؟ غیر از من کسی رو تهران داشتین؟ شام آماده است. با موسیو زودتر بلند شیم بیاییم بالا. حسین داداش چرا وایستادی؟ دیگه بیاییم. ما تا چند روز دیگه راه جنگی جان؟ این خونه در اختیار خودتونه. به همسایه‌ها سپردم چیزی خواستین فراهم کن. نه. سرور و بچه‌ها میرن خونه برادرم. نه مزاحم نمیشیم. بالاخره برای دو نفر یه جایی پیدا میشه.
اختیار دارین، خونه خودتونه. ببخشی چاره نداریم، بعد تنهاتون بذاریم. انگلیس ها زور رو بردن گیلانو بگیرن. میخواین با انگلیس ها به جنگین؟ با اونا که نمیشه جنگید، همه دنیا رو گرفتن. برگردیم. مگه نگفتی ماهی بگیری؟ پس چرا نمیگیری؟ میگیری. اون دوربین چرا همیشه همراه تو؟ یادگار داداشم. داداشت؟ الان کجاست؟ انگلیسا کشتن. انگلیسا؟ Over, Hayrik. Over, Hayrik. Alex. Alex? چی کار داشت دوباره؟ چی جوابشو دادی پدر؟ چیشتی نصر؟ به تو ربطی نداره که نگذید هدویج شانتولا. آرک دخترم این چنم چی بهش بگم؟ آلکس خشنه اما آدم بدی نیست. بالاخره همکیش ماست. خوب نیست بیشتر از این معطلش کنیم. اون به من قول داده تو رو خوشبخت میکنه. اگه من برم شما آندرانیک چی کار میکنی؟ اگه تو راضی بشی الکس من آندرانیک رو دوباره بر میگردونه استابل سفارت. اینطوری
میتونیم هممون زنده بمونیم تو این اوضاع قاطی. شما میفهمی چی میگی پدر؟ تو ساکت باش آندرانیک، دارم با خواهرت حرف میزنم. چی میگی دخترم؟ من نمیخوام با اون انگلیسی کثیف زندگی کنم پدر. نمیبینی چه بالایی سر این شهر آوردن؟ اینا چه ربطی به آلکس داره؟ بدبین نباش هارویک. من بدبین نیستم پدر، ولی خوشخیالم نیستم. یعنی من خوشخیالم؟ شنور حقال مغز شکست. از دست پدر ناراحت نباش سیرون کوچیکس. فکر میکنه با این کارا میتونه جونمونو نجات بده. دلم براش میسوزه. ای کاش مادر زنده بودن درانک. قصه نخور آرویک، من خودم درستش میکنم. چیو درستش میکنی؟ هیچی برای خوردن نداریم. تو شهرم دیگه هیچی پیدا نمیشه. چند وقت دیگه باید ساگ و گربه بخوریم. مگه من مردم؟ یه چیزی برای خوردن پیدا میکنم. از قبلم بهش فکر کردم. قول میدم امشب گشنه نخوابی. وقتی از دست پدر کاری بر نمیاد تو چی کار میتونی بکنی؟ دست پر بر میگردم. کجا میری آندرانیک؟ صبر کن. برگردیم؟ من تا اینجا نیومدم که برگردم. چاره دیگه ای نداریم کوچیکس. اگه سربازا ببیننت میکشنت. قبل از اینکه منو ببینن یه گونی گندم بر میدارم زود بر میگردم. نه رو آندرانیک، اگه گیر سربازا بیفتی به اتراح نمیکنم. میخوای از گشنگی بمیریم؟ یا میخوای خودتو بسپاری دست پدر؟ اون تو به اندازه همه شهر گندم هست آرویک. یکی سش که به ما میرسه. نگران نباش.
اسمش الیا خبر است. نمیخواستم ناراحتت کنم. احمد واقعا میخوای بری جنگ؟ آره. بابای تو نمیاد جنگ؟ بابای من اهل جنگ نیست. چقدر قشنگه. من فردا دارم میرم. کجا؟ جنگ. وقتی برگردم شما اینجا هستی؟ ما از فردامون هم خبر نداریم. من ترسو نیستم. من اگه ترسو بودم انتقام آندرانیکو نمی گرفتم. همین الانم اگر یکی از اون سربازا منو ببینه میکشه. تو همینو میخوای؟ ها؟ مادر جون نمیخوای سر از سجده برداری؟ داری 124,000 پیغمبر رو قسم میدی که من نرم جنگ؟
چیه؟ یه چیزی بخوام نه نمیگی؟ من وقتی یه چیزی تو خواستم نه نیوردی. این چیزی که میخوام بگم آرزوی خودتونم هست. خب بگو دیگه. فردا که مرفتیم جنگ شما هر جور شده موسیو و دخترشو نگه دارید. که چی؟ که مهمونن دیگه. مهمونم حبیب خداست. همی؟ میخواستم باهاش حرف بزنی که وقتی برگشتم درد و بلات بخوره به سر من. چرا وقتی برگشتی اگه نری جنگ همین الان باهاش صحبت میکنم؟ ها احمد، اینجوری من آواره نمیشم تا هم به مراد دلت میرسی. اصلا پدرت که از جنگ برگشت میگم خودش با موسیو صحبت کنه، تازه اگه دوست داشته باشه مسلمونم میشه. ها؟ چی میگی؟ من اگه فردا نیام جنگ خیلی بده؟ چی؟ اگه نیام چی میشه؟ مگه میشه؟ چرا پرت و پلا میگی؟ میخوام مادر جون تنها نباشه. میخوای آبرو نمونه برات؟ میخوای آبرو محمود خانم ببری؟ چه ربطی با آبرو آقا جون داره؟ ربطش اینه که تو این مدت هر کی از راه رسیده بهش زخم زبون زده. تا توی ده پیچی تو هم میخوای بری جنگ همه خفه خون گرفتن. من کاری به حرف مردم ندارم. میخوام میشه مادر جون بمونم. یه بار دیگه بگی مادر جون میزنم ناکارت میکنم. ها بچه گیر آوردی؟ تا یه دختر دیدی عقل از سرت پریده؟ تو چی از دنیا میدونی؟ همه دنیا چرا یه دختر که دو سه روزه دیدیش؟ اگه بمونی نه من تو رود نگاه میکنم نه محمود خان. میشی انگوش نمای احالیه ده. بازم رفتنی شدی محمود خان. نتونستی آروم بگیری. ته نمیزنی سرور؟ چجوری آروم بگیرم؟ ندیدی موسیو از قحطی تهران چی میگفت؟ پا انگلیس برسه اینجا فاتح هممون خونده است. بالاخره یکی باید جلوشون بایسه. من حریف تو که نشدم، ولی جان همین گلبهار بهم قول بده که حسین و احمد رو نفرستی وسط معرکه جنگ. حسین هنوز جوونه، احمد بچه هست. من هزار تا آرزو دارم براشون. قول میدم. دل نگران نباش. مراقب خودت هم باش. چراغ زندگیمو بی فروغ نکنی مرد. اون دست خداست. توکل کنی روزا میگذرن. ایشالله که این آخرین جنگ باشه. چی کار میکنی پدر؟ میخوای تنها هم بذاری؟
سلام. علیک سلام. کجا به سلامتی؟ دارم میرم جنگ. جنگ؟ شوخی میکنی موسیو؟ جنگ شوخی نداره. شما تازه را رسیدن و خستگی در نرفته. بیای جنگ دخترت تنهاست. منو اینجوری نگاه نکن. پاش بیفته از صد تا جنگالی هم جنگی ترم. این جنگ جنگ ماست. خودمون از پسش برمیاییم. نه. این جنگ جنگ ایرانه. همه باید هر کاری میتونن برای ایران بکنن. قحطی به گیلان برسه. همه چی خراب میشه. باید بذاریم پای این برسه به گیلان برسه. فقط میمونه زی. دیشب حرف نزدیم با هم؟ شما حرف زدی؟ منم شنیدم. این نتیجه شنیدنه؟ من خاطرشو میخوام. هیچی ها نخور با. خوب بمون باش حرف بزنیم. وقتی برگشتم جنگه بگه حساب کتاب داره. این همه آدم میرن جنگ بر میگردن. وسط این همه آدم یکی هم میشه عطادایی که برای اولین بار رفت دیگه بر نگشت. من بر میگردم. بر میگردم. تو چی میدونی جنگ چیه؟ با گوشت تنت باید وایسی جلوی گوله تیکه پاره بشی. میتونی تو؟ طاقت داری؟ ها؟ من باید برم. این نرم دیگه نمیتونم تو روی آقا جون نگاه کنم. احمد جان حلالم کن ماه بانو. حلالت نمی کنم حسین آقا. منتظر میمونم برگردی ازم حلالیت بدی. خدا پشت و پناهت باشه مرد جنگی. در مورد پدرت اشتباه میکرده. خوشحالم که داره میگه. پدر من چه ربطی به تو داره؟ لااقل مطمئنم تو وقتی برگردم اینجایی. ولی وقتی برگرده مطمئن باش دیگه میری. چرا؟ خب میخوام برن خونه شون. چرا جواب نمیدی؟ میخوای اذیتم کنی؟ دوربین تو میدی به من؟
میافتین. یا علی! یا علی! بمیرم. دلتنگی مادر نه؟ منم همینطور. اون تا هر بار به خودم میگم چش رو هم بذاریم اینا برمیگردن. قصه نخوری ها؟ میرزا میتونه جلو انگلیسا وایسه؟ اگه مردم پشتشو خالی نکنن میتونه. سه سال جلو روسا دووم آوردی. مملکت رو نابود کردن، خدا ازش نگذره. از دولتی سر قجر موسیو. 10 سال مشروطه خواهی ملت شو تاج پادشاهی الف بچه. بیچاره این مردم که ارز و ناموسشون دست یه توله گور گفتن. تو این قاطی بدبختی خودش بیشتر از همه قاله اعتقاد میکنه. تهران همه بهش میگن احمد قاسب. قاسبی هم بلد میساخه. ای خاک دو عالم به سر قبله ی عالم که 2000 عقل تو کلش نیست. مثلا شاه مملکت. گفت تا وقتی برگردی منتظر میمونم. چته پسر؟ ترسیدی؟ نه ترس پسر. جنگ مثل شنا میمونه. تا وقتی نری تو آب خوف داری. ولی تا دلو به دریا بزنی ترس یادت میره. فکرشو نکن. ترس نیست. تو خودت به ماهبانو فکر نمی‌کنی؟ ها، پس بگو. تو با این حال بیای وسط میدون جام می‌زنی. به تاخت میریم سرات زرشت باشی. سلام محمود خان.
سلام شیخ علی. احوال شما چطوره؟ اوضاعتون چطوره؟ میبینی که اوضاعمون چجوریه؟ میرزا کجاست؟ میرزا تو دفتر منتظر. بفرمایید. با اجازه. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. بفرمایید. حسنه نباشی برادر. این انگلیسی ها اینجا چی میخواد؟ اومدن خدمت میرزا برای مذاکره. پس بالاخره حاضر به مذاکره شده؟ ظاهرا که اینطوره. باید ببینیم چه پیش میاد. انشالله خیره. انشالله. میتونم برم پیششون؟ شما که چشم میرزایی. بفرما. مشتی علی شاه کجاست؟ صبح زود رفت منجی. مسئله اصلی در حال حاضر عبور نیروی ما هست. از انزلی به بادکوبه. قوای شما میتونن از خط شوسه منجیل به انزلی عبور کنن. ولی به شرط ها و شروط ها. بله. امیرزا محمود خان اومدن. بفرمه. بفرمه محمود خان. سلام. سلام علی. نیروهای شما باید تو دسته های 100 نفری وارد گیلان بشن. تمامی اسلحه هاشون رو توی منجیل تحویل میدن، توی انزلی موقع سوار شدن به کشتی تحویل میگیرن. هیچ کدوم از افراد شما حق ندارن وارد روستاها بشن یا از مردم برنج بخرن. اینجوری افراد ما هم هیچ مزاحمتی براشون نخواهند داشت. پذیرش این مسائل اصلاً ممکن نیست برای ارتش بریتانیا کبیر. چاره نیست. ما اعتمادمون سلب شده. اعتماد. دولت فخیمه انگلیس تمام تلاششو برای ایجاد امنیت و آرامش در ایران انجام داده. دلیل این سلب اعتماد نمیفهمم. دلیلش واضحه. دلیلش اوضاع مردم تهران و همدان و شهرهای دیگه ایرانه. دلیلش آذوقه و مایحتاج مردم ایرانه که بی حساب و کتاب داره راهی بین النهرین میشه تا 400 هزار سرباز انگلیسی تأمین باشن. درآمدهای گمرکی چرا تحویل دولت مرکزی داده نمیشه؟ پول حاصل از فروش نفت چرا توسط حکومت شما مسدود شده؟ این در حالیه که مردم ایران دارن از گرسنگی میمیرن. ما فقط به اندازه نیاز خودمون گندم تهیه کردیم و پولم پرداخت کردیم. ما نیاز نداریم برای برنج گیلان. این همون توافقیه که دو ماه پیش با قشون روس امضا کردیم. اونا هم فهمیدن برای عبور از گیلان باید با ما توافق کنن. رفتن ارتش ما به بادکوبه برای شما سوء تفاهم ایجاد کرده. ما با سیاست داخلی شما کاری نداریم. تعهد میدیم به افراد و تشکیلات شما صدمه وارد نشه. ما میخوایم بریم اونجا جلوی بلشویک ها بگیریم. این به نفع شماست که به ما شرط نذاریم تا همه چیز مسالمت آمیز تموم شه. شما که میخواین همه چی مسالمت آمیز تموم بشه، چرا قرارگاه قزوینو از روسا خریدین؟ توافق نامه شما با روسها در مورد قرارگاه ها یه منجیل به انزلی بوده، نه قزوین به منجیل. شما قرارگاه های ما رو با سکه طلا خریدین که به چاهای نفت باکو برسید، ولی قدرت جنگل رو نادیده گرفتین. شما همه تلاشتون اینه که قوای جنگل از بین ببرین، چون فکر میکنین قوای جنگل برای حکومت مرکزی که تحت حمایت حکومت شماست خطر محسوب میشه. این حرفای شما تحت تاثیر بولشویکاست. ما با بولشویکای چه ارتباطی نداریم. ما شرایطمون رو گفتیم. دیگه تصمیم گیری با خود شماست. اینا میخوان قوای ما رو بسنجن.
انگلیس ها راجع به ما همه جور اطلاعات دارن، میخوان ببینن همت ما چقدر، مرد جنگ هستیم یا نه. مشتی علیشه چرا زودتر رفت مجیل؟ مگه قرار نشد با هم بریم؟ چرا؟ ولی این آقایون زور آوردن، مجبور شدم زودتر بفرستنش. چند نفر همراهشه؟ 1200 نفر. تو با چند نفر اومدی؟ 30 تا سوار. اگه به ما اعتماد داشته باشین و اجازه عبور از گیلان به ما بدین، دولت انگلیس و His Excellency دولت شما رو در گیلان و بعد در کل ایران به رسمیت میشناسه. دعوای ما با رجال خودمونم سر همین معاملات سیاسیه. بعضی از رجاله های ما برای حفظ منصب به خودفروشی تن میدن. پیشنهاد شما به نفع جنگله، ولی ما نمیتونیم اعتقاداتمون رو زیر پا بگذاریم. تشکیل حکومت زیر نفوذ دولت شما مغروم به افتخار که نیست، مایه ننگه. ما داریم برای استقلال میجنگیم. الان هم شما استقلال رو از ما گرفتین. میرزا، برای حفظ موجودیت خودتون هم که شده، بهتره که در ارزیابی قدرت ما اشتباه نکنید. اگه که تا 24 ساعت دیگه راه منجیل باز نشه، ما حمله میکنیم.